هم از این ویدیوها توی اکسپلور اینستاگرامتون زیاد دیدیم. این پست رو بفرست برای اون دوستت که میخواد PS5 بخره ولی 20 میلیون پول نداره. به همراه 2-3 هزار تا بازی سرگرم کننده دستش رو میبینی کیف میکنی انگار PS5 هست. اما اینا چی هن و اصلا میتونن جای پلیستیشن 5 رو بگیرن؟ توی این ویدیو قراره به این سوال جواب بدیم. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمونه خوش اومدید. فکر میکنم که آرزوی همه ما گیمر است. کی بدش میاد یه کنسول ارزون داشته باشه که توش هم کلی بازی باشه؟ اصلا مگه یه گیمر از خدا به جز کنسول ارزون و گیم خوب چیز دیگه ای هم میخواد؟ خب معلومه که نه، ولی سوال اصلی اینه که این مدینه منوره ای که ماها توی ذهنمون داریم چقدر به واقعیت نزدیکه؟ برای درک بهترش بذارین که ضعیف‌ترین کنسول نسل حاضر رو بررسی کنیم. خب دیگه همه ما میدونیم که ایکس باکس سری اس با فاصله ضعیف‌ترین کنسول این نسله که داره با قیمت حدود 18 میلیون تومان توی بازار به فروش میرسه. نکته جالب این کنسول حالا میدونید چیه؟ اینه که خود مایکروسافت هم نمیدونه چی جوری تونستن همچین پکیج و تکنولوژی رو با این قیمت به دست مصرف کننده برسونن. یعنی حساب 2-2-4 تاست دیگه. تصور کن میخوای سیستم با قدرت سری اس جمع کنی. شما خودت توی ماشین حساب بزن ببین چقدر میشه. یه دسته، یه هارد SSD 500، یه CPU در حد نسل 10 با یه دونه کارت گرافیک 3060 قیمتش چقدر میشه؟ بقیه‌اش هم دیگه ولش. در واقع همین کارت گرافیک خالیشون 10 میلیون تومان پولشه. پس همین اول ویدیو بگم، البته احتمالا خودتونم میدونید ولی برای اونایی که نمیدونن میگم، از این کنسولا به هیچ وجه انتظار کنسول نسل نهمی نداشته باشین. نسل نهمی چیه؟ اینا در حد نسل 8 و 7 و 6 و 5 هم نیستن. پس اینا چی هستن و دقیقا به چه دردی میخورن و کی اینا رو میخره و چرا فروشنده هاشون دارن به این شکل تبلیغشون میکنن؟ سوال خوبی بود. ولی اینکه چرا فروشنده ها میخوان اینا رو جای پلی‌استیشن 5 مینی غالب کنن خود منم نمیدونم. یعنی واقعا نمیدونم که این تبلیغ کننده ها دقیقا کدوم قش از جامعه رو هدف گرفتن. اصلا این دوستان میدونن پلی‌استیشن چیه و به چه دردی میخوره؟ آقا مگه هر کی سیبیل داره باباته؟ به خدا دیگه درک ما گیمرها اینقدر پایین نیست که توی یه چیزی از جیب در بیاری شبیه پلی‌استیشن 5 بعد ما هم بگیم ایه عجب پلی‌استیشن 5 والی بودیم بریم بخریمش. والا من بیشتر فکر میکنم که این تبلیغات مامان بزرگ بابا بزرگا رو هدف گرفته. آره دیگه این بنده خداها چه میدونم پلی‌استیشن چیه؟ نوه گیر میده برای تولدم پلی‌استیشن 5 بخر، این بنده خدا هم میره 3-4 میلیون پول میده این آشغال رو میده به خیال خودش هم که نوه‌ش رو به آرزوش رسونده. یعنی قیافه یا اون نوه وقتی کادو رو وا میکنه اصلا دیدن داره ها. You tripping, bro. ولی خب آدم باید راستشو بگه. خود وکیل خیلی از فروشنده ها هم هستن که از همون اول کاربرد اصلی این کنسول ها رو که بازی کردن گیم های رترو رو به مخاطباشون میگن. میدونم الان ممکنه برای یه عده‌تون سوال پیش اومده باشه که اصلا رترو چیه؟ معنی کلمه یه رترو میشه یه استایل و سبکی که برای دهه قبلیه. توی دنیای گیم هم به بازی‌های ویدیویی گفته میشه از عصرشون چند سالی هم گذشته. همون بازی‌هایی هستن که یهو توی اینترنت می‌بینیشون یهو مو به تنت سیخ میشه، میشه خود میگه آه من این بازی رو بچه بودم بازی کردم لعنتیو. آره به اون گیم‌ها اصطلاحا میگن رترو گیم که در عصر حاضر هم به بازی‌هایی که مال پلی‌استیشن 2 به قبل هستن بازی‌های رترو گفته میشه. آره این کنسول اصلا طراحی شدن که اون بازی رو باهاشون بازی کنیم. خیلی دوست داشتم همینجا بگم که این کنسول ها درسته که نمیتونن جای پلی‌استیشن 5 رو بگیرن ولی عوضش برای رترو بازی کردن و خاطره بازی واقعا عالی هستن و ویدیو رو هم همینجا میبستم. اما موضوع تازه از اینجا به بعد خیلی جالب و تا حدودی عجیب میشه. برای شروع بذارین که بهتون بگم که من تحقیقاتم از کجا شروع کردم. از اون جایی که این کنسول ها همشون از چین میان و الان هم که یه جوری ترند شدن و ما ایرانی ها که هم قربونشون برم از دم و ته آدم های جبگیری هستیم، توی بازار مثل قارچ از این کنسول ها در اومده. یعنی شما الان این کنسول ها رو تقریبا توی اکثر مغازه‌های الکترونیکی با مدل و اسمای مختلف میتونید ببینید. انقدر تنوع این محصولات زیاده که اصلا نمیشه اسم تمام این مدل ها رو لیست کرد. ولی از اونجایی که من فهمیدم یه مدله که از همه معروف‌تره. گیم استیک.
حالا میدونین نکته جالب این کنسول چیه؟ تو دو مدل لایت و پرو عرضه شده. به به، حالا فرق این دوتا چیه؟ خب در مدل معمولی یا لایت ما کیفیت 4K رو داریم، اما تو مدل پرو ما کیفیت اولترا 4K رو داریم. حالا اینکه اولترا 4K اصلا چی هست رو نپرسیم دیگه. حالا فکر کردین فرق این دوتا کنسول فقط همینه؟ نه خیر، دسته های مدل معمولی بیشتر شبیه دسته های پلی‌استیشن 2 هستن. البته از همین عکس بی کیفیتی ازش میباره، قشنگ از همین عکس هم میشه شلق شلق کردن دکمه‌هاش و قیج قیج کردن آنالوگاشو شنید. اما در نسخه پرو دسته ها شبیه دسته های پلی‌استیشن 5 شد. واقعا برای من سواله که الان این دسته شبیه دسته پلی‌استیشن 5 شده، خب چه مزیتی داره؟ قیافه این دسته ها داد میزنه، یعنی هوار میزنه که من فیکم. این آخه به درد چوسی اومدنم نمیخوره. این آخه چه فیچریه که ما به عنوان پرو داریم به خلق الله میفروشیم؟ بعدش هم مگه این کنسول قرار نیست بازی های رترو رو اجرا کنن؟ اگه دست شبیه دست های پلی‌استیشن 2 باشن که اون حس نوستالژی رو خیلی خیلی بهتر میتونه به گیمرها القا کنه. بعد الان شما به پلاستیکای کار شده توی این دسته ها دقت کنید، شبیه پلاستیکای بازیافتی بیمارستانیه. واقعا نمیتونم درکش کنم. البته از حقم نگذریم، میگن او اس این دوتا کنسول هم با هم فرق داره و گویا توی نسخه پرو سیستم عاملش بهینه‌تر شده. راست و دروغشو خودشون میدونن. خود من فقط نسخه لایت رو تجربه کردم و خیلی بعید میدونم این چینی ها نشسته باشن و برای نسخه پرو یه نرم افزار بهینه نوشته باشن. تازشم همین نسخه لایت هم نرم افزارش دوزیه. الان توی هر کدوم از این کنسول ها بیش از 1000 تا بازیه. بعد شما فکر کردین که این دوستان چینی ما نشستن با استدیوی سازنده این بازی ها مکاتبه کردن و بازیاشو رو لایسنس کردن؟ یا منو گرفتین یا چینی ها رو نمیشناسین عزیزم. بریم سر وقت بحث شیرین قیمت. خب همونطوری که میشد حد زد این کنسول ها در دو رنج قیمتی عرضه میشن. نسخه لایت با حدود قیمت 1,100,000 و نسخه پرو هم داره با قیمت 1,500,000 به فروش میرسه. حالا ما کلی به قیافه این کنسول ها ایراد گرفتیم، اما اگه بتونن بازی هایی که ما باهاشون خاطره داریم رو درست اجرا کنن، میارزه خوده دیگه. تجربه خود من با کنسول گیم استیک لایت بوده. خیلی هم بعید میدونم که توی زمینه پرفورمنس ورژن پرو فرقی با ورژن لایتش داشته باشه. کلا 2,300 تومان فرق قیمتشونه و اصلا چه انتظاری دارید بابا؟ میخوام با کنسولی شروع کنم که اکثر ما باهاش خاطره داریم، یعنی پلی‌استیشن 2. خب خبر خوب اینه که این کنسول ها اصلا پلی‌استیشن 2 رو ساپورت نمی کنن. یعنی این کنسول ها به حد کافی قدرت برای شبیه سازی کردن کنسول پلی‌استیشن 2 که حدود 24 سال پیش اومده رو ندارن. اگه اینجوری باشه پس اون تبلیغاتی که توش میگن بشین گاداوار و جی تی ای و بازیکن دروغه؟ خب نه، دروغ نیست. واقعیت اینه که گاداوار و جی تی ای هایی که توی این ویدیوهای تبلیغاتی بهشون اشاره میشه در واقع پورت های پی اس پی هستن. خب ما میدونیم که برای پی اس پی هم دو تا گاداوار و دو تا جی تی ای اومده که این کنسول های گیم استیک داخلشون این بازی ها هستش. اما آیا این بازی ها خوبش رو میشه؟ متاسفانه اصلا. شما خودتون به فریمی که این بازی ها میده نگاه کنید. اگه شما میتونید با این فریم بازی کنید و از بازی لذت ببرید، خب بسم الله این کنسول ها رو تهیه کنید و حالش رو ببرید. اما خب من شک ندارم اکثر گیمرها نمیتونن با همچین گرافیک ارتباط بگیرن و احتمالاً به بازی کردنم ادامه نخواهند داد. اما خب پی اس پی که رترو محسوب نمیشه، بذارید یه خورده کنسول رو رتروتر کنیم ببینیم که نتیجه چی میشه. خب یه نسل میریم به عقبتر، یعنی نسل 5 و عصر پلی‌استیشن 1. واقعا برای اجرای پلی‌استیشن 1 نیاز به سخت افزار قوی نیست. من شک ندارم هر گوشی که توی 10 سال گذشته ساخته شده میتونه شبیه سازهای پلی‌استیشن 1 رو به خوبی اجرا کنه. از سمت دیگه فروشنده های این محصول هم خیلی روی بازی های پلی‌استیشن 1 این کنسول ها مانور میدن، پس احتمالا تجربه‌ای که میگیریم نباید بد باشه، درسته؟ خب در نگاه اول همه چی اوکی به نظر میرسه، ولی وقتی که شروع به بازی کردن میکنید علاوه بر افت فریم توی بعضی از صحنه ها متوجه ایراد عجیب میشید به اسم فریم تیرینگ. بله، حالا فریم تیرینگ چی هست؟ والا بحث فنیشو که منم متخصص نیستم،
نیستم که بخوام براتون بگم، ولی اگه بخوام ساده یه توضیح کوچولو بدم، فریم تیرینگ به حالتی گفته میشه که به خاطر قدرت پایین پردازنده رندر فریم های سریع توی بازی درست انجام نمیشه. اکثر از فریم ها اصلا به شما نمایش داده نمیشه. همین موضوع باعث میشه که انیمیشن ها مخصوصا توی بازی های اکشن درست به نمایش در نیان و شما احساس کنید که تصویر داره میپره و شما توی هر ثانیه چند میلی ثانیه نمیبینید. بگم واقعا توضیحی سخته، ولی بازی کنید متوجه میشید. به شخصه افت فریم رو به فریم تیلینگ ترجیح میدم. حداقل با افت فریم چیزی رو از دست نمیدیم و فقط همه چی کند میشه. حالا اینکه دلیل این فریم تیلینگ روی گیم استیک چیه؟ دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی احتمالاً مهمترین دلیل عدم بهینه‌سازی این نرم افزارها بر روی این سخت افزاره. واقعا تجربه‌ای که میده اصلاً خوب نیست. حالا تازه بیشتر هم که بازی میکنید بدتر هم میشه، مثلا سینگ صدا و تصویر از بین میره، یا صدا جلو میفته از تصویر، یا تصویر از صدا جلو میفته. یه وقتایی هم موزیک بازی کلاً به صورت بریده بریده اجرا میشه. من فکر میکنم یک ساعت با این گیم استیکای پلی استیشن یک بازی کنید قشنگ گند میخوره تو هر چی نوستالژی که با این کنسول دارید. نینتندو 64 هم روی گیم استیکی که من دارم هست. بازی ماریو 64 هم به بدترین شکل ممکن روش اجرا میشه. نینتندو 64 رو شاید بدتر از PSP اجرا کنه، با اینکه نینتندو 64 هم دوره پلی استیشن 1 هم محسوب میشه. چه داغونه. ای بابا بد شد که ان شاءالله سگا میکرو رو خوب اجرا میکنه دیگه. خب توی کنسول‌های نسل 5 هم خبر خوب دارم و هم یه خبر خیلی خیلی بد. بذاریم با خبر خوب شروع کنم. اونم اینه که این گیم استیک ها بازی های نسل رو خوب اجرا میکنه. حتی بازی پیچیده‌ای مثل دانکی کانگ کانتری ریتن رو روی سوپر نینتندو هم من 10 دقیقه بازیش کردم و خب مشکل خاصی توش ندیدم. اما یه مشکلی این بین وجود داره که تجربه این بازی رو تقریبا غیر ممکن میکنه. اینپوت دیلی. حالا اینپوت دیلی چیه؟ ساده بگم یعنی تأخیر در فرمانگیری بازی. مثلا شما دکمه پرش رو میزنید، بعد چند میلی ثانیه طول میکشه که کاراکتر شما توی بازی بپره. الان ممکنه پیش خودتون بگید که ای بابا، حالا چند ثانیه این ور اون ور که چیزی نمیشه بابا. خب واقعیت اینه که میشه، مخصوصا روی کنسول های 16 بیتی مثل سگا و سوپر نینتندو که اکثر بازیاش پلتفرمینگ هستن و عکس العمل میلی ثانیه ای مشخص میکنه که شما میمیرید یا به بازی کردن ادامه میدید. همین دیلی ها باعث میشه که تجربه بازی ها تقریبا غیر ممکن بشه. مثلا توی بازی سوپر ماریو که من یه زمانی اسپیدران میرفتمش، توی همون مرحله اول دوبار مردم. اتفاقی که غیر ممکنه در شرایط عادی برای من بیفته. والا من اینقدر حرفه‌ایم. خب همینجا بود که من کلن امیدم رو از دست دادم و فهمیدم که این آشغال به هیچ دردی نمیخوره. هیچ دردی. خب الان ممکنه یه عدتون بگید که خب مونا برای 1500 خوبه دیگه، همه که پول ندارن برن کنسول رترو بخرن، 1500 میدن، حالا این وسط هم یه گیمی هم میزنن دیگه. خب مشکل منم دقیقا همینجاست عزیزم. اول اینکه شما با خرید این کنسول ها نه تنها خاطره بازی نمی کنی، بلکه عملا گند میزنی تو هرچی خاطره ای که دارید. بازی ها روی این کنسول غیر قابل بازی کردن هستن و همشون یه مشکلی دارن. دومن که چی گفته با 1500 دیگه بهتر از این نمیشه خرید؟ آقا یه دونه کنسول PSP بخرید دیگه. کنسول PSP نه تنها تمام بازی های پلی استیشن 1 و PSP رو به طور رسمی ساپورت میکنه، بلکه تمام شبیه سازهایی که این کنسول ها اجرا میکنن رو با یه کیفیت خیلی 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 به توان خیلی بهتر اجرا میکنه. تازش هم شما میتونید با این کابل های کامپوننت PSP خودتون رو به تلویزیون وصل کنید و از بازیتون روی تلویزیون بزرگ لذت ببرید. و بازم تازش هم کیفیت ساخت PSP کجا و این آشغالا کجا؟ خدا شاهد دستاتون بوی پلاستیک میگیره 10 دقیقه باش بازی کنید. قبل ساخت این ویدیو من دیوار رو چک کردم. شما با زیر 2 میلیون تومان میتونید یه PSP دست دوم تمیز بگیرید که شرف داره به این کنسول ها. آقا قبل از این که این ویدیو رو ببندم، بذارین این نکته رو بگم که اصلا کلا حجت بر این کنسول رو تمام کرده باشم. این کنسول های کلون چینی مدل بهتر هم داره که خب 100% این مدل ها گرونتر هم هستن. مثلا یه مدلی به اسم گیم تایمه که حدود 4 میلیون تومان قیمتشه. خود من این کنسول ها رو از نزدیک ندیدم، اما
احتمالاً این کنسول ها قوی تر هستن و بازی ها رو بهتر اجرا میکنن و احتمالاً مثلا توی گاداوار پی اس وی چند فریم بهتر بهتون میده. اما واقعاً با 4 میلیون تومان ما انتخاب های بهتری نداریم؟ معلومه که داریم. با نصف این پول یعنی بین 2.5 میلیون تا 3 میلیون تومان شما میتونید یک کنسول وی بخرین، کنسولی که یک کنسول هم نسل پلی استیشن 3 محسوب میشه و کلی بازی عالی داره، کلی. بازم تازه‌ش هم نه تنها تمام شبیه سازها رو میتونید روش اجرا بکنید، بلکه شبیه ساز گیم کیوب که کنسول هم نسل پلی استیشن 2 رو به طور رسمی پشتیبانی میکنه عزیزم. و بازی گیم کیوب مثل رزیدنت اویل 1 ریمیک، متال گیر 1 ریمیک، رزیدنت اویل 4، رزیدنت اویل 0 و کلی بازی خفن دیگر رو بدون کوچکترین مشکلی اجرا میکنه. اصلا بازی های وی همین الانش هم جون میده واسه مهمونی ها و دور همی ها. تو رو خدا پولاتون رو بابت این آشغالای چینی بیکیفیت به این راحتی حروم نکنین. والا هرس بخوره ما. خب با این اوصاف این گیم استیکا اصلا کلا به درد کی میخوره؟ صادقانه بگم این مینی کنسول ها فقط به درد کسایی میخوره که نمیخوان باهاش بازی بکنن، فقط در حد اینه که به دوستاشون نشون بدن و بگن این یو اس بی نیستا، این سگاست. واقعا خود من هیچ کاربرد دیگه ای برای این کنسول ها نمیبینم و اصلا معتقدم اگه میخوای با روح و روان یکی بازی کنی بهش این هزینه بده تا طرف کلا از دنیای گیم خداحافظی کنه و لقا ببخشتش و کلا بره تاریک دنیا بشه. خب اینم از ویدیو امروز، نظر شما چیه؟ آیا تا به حال از این کنسول ها استفاده کردین؟ تجربتون باهاش چی جوری بوده؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسین. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه و اگه دوست دارین توی ساخت ویدیوها به من کمک مالی کنین، لینک دونیت رو توی کامنت اول پین کردم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.